طوری که مستظر هستید و میدونید بعضی از کشورها اصول قرنطینه را کاهش دادن و بعضی از کشورها انوز هم با بحران موجود دست و پنجه نرم می کنن. با این وجود این کشورها به دنبال ترها و راکارهای از قبیل ساختن واکسین راکارهای اقتصادی، راکارهای در راستای ایجاد و مجدد ساختارهای اداری خود هستند تو این که بتوانند از طبعات پسا کرونا و جریان این بحران امتحان درستی را پشت سر گذاشته باشند و نتایج خوبی را به دست بیارند اما متاسفانه در افغانستان همواره میشنویم که ویروس کرونا یا کرونا هر روز گسترده تر می شود و با با از گزارشات مقامات صحی افغانستان روزانه از بالای 100 نفر هم ما گزارش از سطح افغانستان داریم که مصاب به کرونا شدن به این دقدقه بزرگی در کنار دیگر دقیقه های چون مسائل امنیتی اقتصادی و فقر گسترده در از آن مردم موجود می باشد با درود خدمت بینندگان عزیز سمیر مزدک هستم در برنامه امشب می خواهیم تبعات پسا کرونا و تاثیرات آن بالای ساختارهای اداری افغانستان صحبت نماییم مهمانانمان هر یک محترم دکتر خسروی استاد دانشگاه و محترم عبدالله عزیزی فعال مدنی را با خود داریم مهمانان عزیز به برنامه خوش اومدید تشکر از از دکتر سیب خسروی شروع میکنید طوری که شما هم در جریان هستید ما در آستانه پشت سر گذاشتن این بحران هستیم یعنی منظور دنیا در واقع کل جهان و افغانستان هنوز هم با سیل گسترده ای از این بحران دست پنجه نرم میکنند. خب به روزی شاهد وضعیت گذار خواهیم بود چی فکر میکنید تبعات پسا کرونا بالای ساختارهای اداری با این که افغانستان تا به حال به هر لحاظ شکننده است فساد موجود در اداره توریسم و مواد مخدر این بحران و پسا این بحران چی عواقبی خواهد داشت بسم الله الرحمن الرحیم متشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین تشکر شما. اجازه جناب آقای عزیزی دوست بسیار خوب ما متاسفانه کرونا یک واقعیت تلخیه که جهان بله. از دو سه ماه به طرف با او دست به هست و تلفات و تباعات و پیامدهای های منفیر که ویروس کوی دو نوزده در همین دو مدت دو سه ماه روی زندگی بشر داشته از جهات مختلف بله. بعد از جنگ دوم جهانی حداقل بی سابقه بوده بی معنا که جدای از ای که ما ضربه بسیار سنگین اقتصادی خورده که حتی شمارش و دادن آمار و ارقام از اون میتونه برای ما بسیار سنگین باشه در کنار از او تبعات اجتماعی از, از که شما به اشارات داشتین حالا این تبعات اجتماعی از او از جهات مختلفی باید مطالعه بشه از نظر جامعه شناسی از نظر معاشرت های اجتماعی دلست. از نظر مسائل اداری تأثیراتی ایداری، که مثلا روی تعلیم و تربیه با و آموزش پرورش داشته و در کنار از او حتی طبعات منفی که روی خود شخص داره دور مثال شما با خود دیگه هرگز آرام نیستین شما قبلا با خود آرامش داشتین ولی حالا با خود آرامش نداریم با دستان خود با انگشتان خود آرامش نداریم با دهن خود آرامش نداریم با چشمان خود آرامش نداریم با گوش خود آرامش نداریم فکر میکنیم هر آن ممکنه همه اینها آلوده شده باشه و بالاخره شما مصاب بشیم به ویروس بشیم درست. درست. اما دو جایی که سوال شما بیشتر مربوط به مسائل اداری هست بله دقیقا ما بزرگترین ضربه در اینه در کنار از اینکه ضربات اقتصادی بسیار سنگینی برای ما داشته و از جهات مختلف ما بله. تباعت منفی از اون شاهد هستیم یکی هم مسئله تبعات منفی که روی سیستم اداری افغانستان بله. داره بله. اولا که ما هنوز نتوانسته بودیم سیستم اداری خود به یک سیستم اداری فعال مثبت و اکتیو تبدیل بکنه اه. یعنی بی که هنوز فساد اداری در کشور ما بیداد میکرد بله. اما با, پیدا، با وجود آمدن این وضعیت بیشتر ما رفتیم به سمت همون بله. سیستم غلط اداری که مار داره بیشتر نابود میسازه به این که حالا ما بیشتر با های در دست ما هسته که کار مردم یا کار ارباب رجور به شکل درست از او انجام ندیم بیشتر رو به سرگردان بکنیم تا ای که بالاخره سوی استفاده بکنیم و از جانب دیگر اگر ما در کشورهای دیگر نگاه میکنیم که اونا از سیستم های پیشرفته آنلاین یا سیستم های الکترونیکی دارن استفاده میکنن اونها مسلح شدن به میسلا ما متاسفانه به این هنوز مسلح نیستیم که ما بشینیم به فکر کنیم که ما به می میایم کارهای اداری خود انجام میدیم نه چون این چیزی ممکن و مقدور نیست اگر باشه هم بسیار بسیار به یک کمی از نظر ما شما چگونه میتونیم کارهای اداری یک ولسوالی بریم به خانه خود انجام بدیم و هم کامپیوتر و وسایل الکترونیکی مردم مجهز نیستن نیست. با قطعا که مردم هم مجهز نیستن با با و ما هم مجهز نیستیم تماس برقرار کنیم همین حالا مثال صادر برای شما ما چند ساله که شروع کردیم که مثلا نمید درخواست ویزا و پاسپورت شکل آنلاینر داشته باشه مهم. چقدر مردم از این استفاده میکنن به ندرت شما باز هم مجبور میشه مراجعه بکنیم به یک دوکاندار بهم. مجبور میشه مراجعه بشه به یک بله. و عکاس تا او کار شما انجام کار رو شما انجام بده و جالبه که گاه شما دو بار سه بار سرگردان میشیم بهم. بعد از یک ما دو ما اسناد شما از کابل برگشت بخوره میگن فلان چیز کم بود داشته علت که چیزی نبوده علتی بوده که شما خود شما به گونی آنلاین نرفته بودیم ثبت نام نکرده بودیم اد ای راجستر نکرده را بودیم دادیم به یک اکاس اکاس گپ شما نگرفته نگیریفته اکاس مم. آدرس شما غلط نمیشته اکاس اسپل اسم شما غلط نمیشته و ده ها موضوعی دیگه بنابراین ما در سیستم اداری خود فعلا مشکلات بسیار زیادی داریم ما خودم شخصا می از, از که در جایگاه از که یک کارمند اداری هستم و ما مامور مم. دولت هستم گاگاهی در این مدت یکی دو ماه که بی فکر میکنم احساس میکنم که شاید ما تا یکی دو سال دیگه حداقل به همون دوره ما قبل کرونا هم نرسیم چی برسه که ما سیستم اداری ما مثل سیستم های اداری شما فکر میکنین که احتمالات قسطی صورت خواهد گرفت یا نه خب به هر حال آدمای که شما امروز ما مجبوریم که آدمار بگیم شما کمتر به اداره حضور داشته فرمایان در اداره ادارات, ادارات بهانه خواهند کرد که ما از دقیقاً بله. شما میال همکار خورگاه با ماه نمیبینید بله. خصوصا شما اگر در رأس اداره باشیم و شما چیزی گفته نمیتونیم همکار شما بالاخره کارمند اداره شما با آنهای مختلف اداره میگه سن نمه پینجا ساله قانون آمده بله. عمل آمده که آدم های بالای پنجاه بله. دیگه به ادارات نیاین بله. شما هیچ چیزی گفته نمیتونید کارمند شما یک خانمی هسته میگه در آمده که خانمی که طفل داره بله. طفل از او تابع مراحل به طور مثال کودکستان او باید نیایه شما هیچ کاری برای او کردن نمیتونه او با سایر همکاران خود هم مجبوریم تقسیمات در بین اونا داشته باشیم مثلا ما مجبور شدیم که همکاران خود تقسیم بکنیم که یک روز ای بیای یک روز ای بیای اما سیل میکنیم گویا که سر روزم پشت سر هم نمیایه <applause> خب اینا سوء استفاده هایی که از وضعیت داره میشه بخوایم و نخوایم در کی میشه کشور داره متضرر میشه مردم دارن متضرر میشن و کارهای ما داره به عقب میفته و ما فقط داریم روزگار خود میچرخونیم ما امیدوارم درست. که ما بتونیم حداقل یک سیستمی سیستم ایجاد بکنیم ای کاش با مجردی که ما قرنطینه اعلان کرده بودیم یک سیستم اداری منظم تابع شرایط موجودی افغانستان ما میساختیم که متاسفانه این کارو ما نکردیم روی بدیل ها با شما صحبت میکنه جناب عزیزی دکتر سیفر بودن که کرونا هم در با کنار اینکه سایکولوژی فکری جامعه را مختل کرد و این بهانه خواهد بود در دست کارفرمایان بعد یعنی پسا کرونا و مردم با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد در ساختار اداری عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و تمام بیننده های نهایت محترم ممنش. شما جناب آقای دکتر دوست نهایت محترم شما ببینن. وقتی که بحث ساختار و کارگزار میشه در بله. کشور مثل افغانستان بسیار سوال برانگیز هست ام. چگونگی عمل کرده از یا واقعا ازیر سوال هست و قابل نقد و بررسی داره بله. ما بارها و بارها صدای خود بلند کردن که ما من یک کشور باید یک نظامی داشته باشیم که مطابقت داشته باشه با دنیای مدرن کنونی حداقل ما نسبیت داشته باشیم بله. بحث نسبی بودن مراعات بکنین ناله ما به او جایگان نمیرسه نه دقل چیزهایی که امروز تکنولوژی به اختیار ما گذاشته از او استفاده بکنن شما ببینید در خیلی قدم های اولیه شما همین یک مبلغ به عنوان مالیات خود دولت از بله پول اضافه میکنین به موبایل خود پنج افغانی برمیداره دفیصد تا با حال چند سال میشه همین روند جریان داره هیچ کس نیامده پاسخگویی بکنه که همین پول با کجا میرسه بله با کدام حساب با کدام کد واریز میشه وقتی که بحث تکنولوژی میشه خب مدیر میخواد که این مدیریت رو انجام بده در کشور شما وجود فساد اداری و عدم افراد مسلکی را نگران کننده دقیقا خیلقاند. شما ببینید شما اگر نتونین درست رهبری بکنین در یک کشور خب مم. با کجا میره یعنی سیستم داری با کجا میره کی از کی اطاعت پذیر میکنه چنانچه آقای دکتر فرمودن واقعیت های عینی جامعه هست اگر بحث آنلاین مطرح میشه اگر بحث تکنولوژی مطرح میشه اینا نیاز با مدیر دارد نیاز به یا کسی داره که درست مدیریت بکنه که با فساد آلوده نشه متاسفانه بیشتر سوی استفاده میشه از تمام همین بازهایی که امروز در دنیا هست مخ... مختریان اختراعات بسیار خوب یعنی شما هم دست... نظر با دکتر صاحب هستین شما ببینید که احتمال زیاد میره که همین کارگزاران یا کارفرمایان بهانه‌ای داشته باشند مثل این که خب با که رونا... کرونا کرونا ما را در انزوا قرار داد و ما وقت زیادی به کار داریم که تا خود بازنگری کنیم دقیقا وقتی که بحث تطابق مطرح میشه جناب مزدک شما به وضاحت میبینین کشورهای دیگه آمدن اختراعات رو ایجاد بله؟ کردن به خاطر بیرون رفت از این معضلات واقعا گام های ارزندیر برداشتن و اونا به چیزهایی فکر کردن حتی دو هزار سال بعدم ما ذهن ما سر از ولی ما چه کار کردیم؟ ما از این وضعیت اکثریت کسایی که دستن در کار بودن سوی استفاده کردن از وضعیت واقعا از امو داشته های خود و داشته هایی که از خارج به داخل سرازیر میشه از اون هم سوی استفاده میکنن حالا اگر ما قرار باشه که بیایم بحث آنلاین و بحث استفاده از تکنولوژی برتر ما نظر بگیریم نیاز به مدیر داره و آیا ما چگونه میتونه از این تکنولوژی استفاده بکنن بله. وقتی که شما اگر مردم رو مخاطب قرار بدین چنانچه وزارت تحصیلات عالی بارها این مسئله رو بیان کرده و وزارت معارف که از طریق آنلاین شما بیان درس بخوانین درست؟ بله برای ما درس رو به خانه ها میبریم انترنت رو برای خانواده ها کی میرسانه؟ آیا همه خانواده ها تلویزیون دارن؟ آیا ما در تمام مکان ها و جغرافی های افغانستان برق دارن؟ اینا چیزهایی هست که سنجش درست به صورت بگیره یک مدیر باید یک استراتژی طراحی بکنه طبعا. که در این فرایند تمام ضعف و قوت ها رو مد نظر بگیره متاسفانه در افغانستان مدیر با تدبیری که چنین ظرافت ها و ریزبینی های داشته باشه و اینار کلا مدیریت بکنه و این بحرانی که امروز فرار راه مردم افغانستان است این بحران رو مدیریت بکنه چنان شخصیت رو ما در سطح افغانستان نمیبینیم بله. فقط بحث روزمرگی هست دقیقاً وقتی که بحث روزمرگی مطرح میشه خب کسایی که آگاهن چیز فهمن وضعیت رو درک میکنن اینا میفهمن که ما با یک تعداد افراد و اشخاص روبرو هستیم که اونا شایستگی و لیاقت مدیریت رو ندارن این عادی هست کشورهای جهان سوم هم همیشه که با بحران روبرو میشن برنامه روی دست میگیرن یعنی هیچ وقت نمیتونن پیش بینی کنن بحران ها را یا محتمل بدانن این مسائل و این مشکلات ایجاد میشه طوری که خود دکتر هم اشاره کردن مسایل که شما که طالب اشخاص فنی نداره از تکنولوژی استفاده کنه اگه دولت بخوای تکنولوژی رو پیاده کنه مردم نمیتونن استفاده بینی بهینه از تکنولوژی داشته باشن حالا شما بدیل خاص دارین که در همین مقطع زمانی دولت به او فکر کنه که باز پسا کرونا تبعات بدتری نداشته باشه در قدم اول امروز در دنیا همه چیز هست بله در افغانستان هم بعد از سال 2001 شما دیدین که به صورت وافر تکنولوژی داخل جغرافیای افغانستان شد و اکثریت نکات افغانستان در بر گرفت افراد و اشخاص زیاد با ایسلام مجهز شدن خوشبختانه بلید. اگر مدیریت بشه و اگر مدیر با تدبیر وجود داشته باشه امخار باشه که دقیقا خواسته باشه دنیای کرونا، دنیای بسازه تا با تکنولوژی پیشرفت مدیریت میشه که ما از کارگزاران کمتر استفاده بکنیم و از تکنولوژی بیشتر استفاده بکنیم ولی متاسفانه در کشورهای عقب نگه داشته شده یا کشورهای جهان سوم خب اگر این طرح شما پیاده شه جناب عزیزی شما به اظهارات دانشمندان چون استیون هافکن زنده یاد شنیدین که تا از هوش مصنوعی نگران بود با. و اگر قرار باشه که حرف که شما میگین تکنولوژی بیا جای کارگزار انسانی رو بگیره باز خطرات بدیر محتمل نیست ببینید در بحث اشتغال زایی ما بدیل های بسیار عالی داره شما اگر یک کسر قرار باشه به با کار با گمارین فرق نمیکنه که این چی کار رو باید انجام بده مهم ای است که مستعد باشه یعنی شما میگین تکنولوژی در دسترس کارگزارانه دقیقا. داره نه اینکه کارگزار بیکار بسازیم و تکنولوژی جای نگفتین که کار باشه کار کار انجام بده دقیقا وقتی که اندیشی مدیریت مطرح میشه بله. بحث مدیریت برتر هست بله. و اگر ما مدیری با تدبیر داشته باشین که از تکنولوژی به عنوان یک ابزار روز استفاده بکنن من امه. به این عقیده هستم که بیشترین از مشکلات افغانستان رو میتونه حل بکنه یعنی امه. ما به او بلاقت تکنولوژی رسیدین که بتانین از درست استفاده کنیم متاسفانه امروز شعار هست فقط در امه. شعار ما میگین که ما در دنیای برتر میخوایم زندگی بکنین از تکنولوژی به عنوان ابزاری که ابزاری که بتونه پس از کرونا مار کمک بکنه از او استفاده بکنین ولی اینا در امو آرمانی خوب هست ولی در عمل ما چنین چیزی در افغانستان تشکر سنان. دکتر صاحب عزیزی صاحب به مسئله خوب اشاره کردن برنامه هزاره سوم سازمان ملل متحد و سند 2030 سازمان ملل متحد در سنت 2030 خیلی از 14 هدفی که داره اهداف ساختار اداری هست آموزش و پرورش هست و مسئله حقوق زن هست و تصاوی حقوق جنسیتی هست و موارد دیگری افغانستان از طرف عضو سازمان ملل متحد هست و شاید انوز هم از مزایای این سند دولت با خبر نباشه میتونه که افغانستان از این سازمان ها برای بهبود ساختار اداری پس کرونا خود کار بگیره؟ ببینیم ما اولا وقت صحبت از یک نظام حوشمت میشمن میکنیم یک سیستم اداری هوشمند میکنیم باید مجهز باشیم به سیستم ایداری هوشمند و از طرف ما بتونیم ترین لازم رو برای افراد و اشخاص بدیم متاسفانه این موبایل هایی که امروز ما شما به جیبا خود داریم با وجود از که ما با طبقه تحصیل کردن به حساب میاییم آه. خیلی از قسمت‌ها از اون ما نمیفهمیم که از استفاده بکنیم بلازه سافت به خاطر چی به خاطر که خب آموزش لازم برای ما داده نشده شما در کشور زندگی میکنیم که در این کشور بالای 60 درصد مردم از او بی سواد هست از مردمی که بالای 60 درصد بی سواد باشه شما نباید انتظار سیستم های آنلاین پیشرفته الکترونیکی داشته باشیم نمونی و انتخابات پیش رویی که ما شما داشتیم پشت سر گذاشتیم یا انتخابات هایی که بعد از ما پیش داریم چرا نتیجه بانده. نمیده به افغانستان به خاطر ازی که خب شما میتونیم به خانه خوب بشینیم با یک سیستم آنلاین بدون هیچ گونه دخل و رای خود برکس بدیم حتی شش ماه جلوتر بریم بدیم یک سال جلوتر بدیم کسی از شما جلوگیری چون شما حق یک رای دار میخیم امروز بدیم میخیم یک سال بعد بدیم اما خب همین سیستم ما چی وقت میتونیم استفاده بکنیم زمانی که ما مسلح به این سیستم باشه در افغانستان متاسفانه چون این چیزی وجود نداره شما به اداره داخل میشیم تا چی وقت بری فکر کنیم که طب. مردم نمیتوانند از سیستم استفاده کنند و ما هم ترسازی داشتیم شما باید سطح ماشید. سواد جامعه رو بباریم بالا این برای ما بسیار مهم بود ما وقت زیادی را از دست دادیم ما از سال 1381 اگر تمرکز خود روی باثبات ساختن مردم میگذاشتیم برای ما خیلی کمک میکرد متاسفانه قسمتی که فراموش شد همین مسئله بود همین مسئله بود حتی جالبه که گاهی وقتا ما فکر میکنم به تعداد بی سوادای ما افسوده شده دلیل ما دارم که به شما بله. تعداد بی سوادا شما بیشتر شده دلیل این بوده که در روستا جنگ بوده منطقه تاثیر جنگ و طالب بوده خب در اونجا مکتب بسته بوده یک نسل دیگه رفته به سمت بی سوادی رفته بله. متوجه شدیم بله. پس بنان ما باید تمام فوکس و تمرکز خود را ابتدا روی باسواد ساختن مردم بسازه شما میان به اداره داخل میشین پنج نفر ده نفر همکارا شما نن. از پنج نفر ده نفر همکارا شما یک نفر دو نفر تقریبا به اندازه نسبی 20 سیستم های پیشرفته الکترونیکی مجهزه آماده بلده انترنت بلده کامپیوتر بلده اما جالبه که تعداد زیادی از همکاران شما هیچ اصلا بلدیت بونه دارند خب این درد بسیار بزرگه او میای مراجعه میکنه برای شما میگه همین کارو برای ما بکنیم مثلا همین سند ما چی قسم روان کنم این فلان جا میخوای روان کنم همین برای ما کپی کنیم این برای ما کنیم و چیزهای دیگر حتی ساده ترین چیزها دلیلی و چی بوده ما همین حال آمدیم در سطح دانشگاه هرات برای استادا گفتیم که شما بیاییم به طور مثال سیستم درس آنلاین رو داشته باشیم گفتیم بسیار <تصفح> خوبه این بکنیم اما جالبه که برای استاد ما آموزش نداده <تصفح> سیستم های مختلف پیشنهاد کردیم اما این سیستم های مختلف برای بار اول که استاد داره میشنوه باز هم شاید برای استادان جوان تا یک حد آسان باشه اما ما باور دارم استاد که بالای 40 سال داره بسیار دشواره بسیار دشواره با آن هم ما بخوایم و نخواییم باید با کرونا زندگی کنیم باید با ویروس کوید 19 زندگی کنیم حتی ویروس های دیگی هم که ممکنه بعد از این بیایه یک کمک برای ما همین وضعیت کرده با وجود تمام ضرر که برای ما داشته حالا چی ضربه های اقتصادی چی اجتماعی چی اقتصادی چی فرنگی و غیره و غیره اینا داشته در کنار از او برای ما یک زنگ خطری بود یک تلنگری بود که برای ما گفت که شما با این وضعیت های باید آمادگی داشته, داشته باشیم. پس بنا ما بخوایم نه خواهیم باید به این سمت حرکت بکنیم بریم به این سمت ما قبلا ببینیم همین امروز ما با دوستی آمده بود از بیرون خارج از کشور آمده بود میخواست که چندتا ما سیستم کنفرانس آنلاین داشته باشیم او از ما خواست که ما این کار رو با اونا بگونیم مشترک داشته باشیم برای ما جالب بود که قبلا ما چقدر هزینه میکردیم وقت میگذاشتیم پول مصرف میکردیم بالاخره کاغذ یا سفید میکردیم اما امروز خیلی به سادگی میریم پشت یک اسکایپ مینشینیم یک کنفرانس ارائه میکنیم و تعداد مستفید شوین داشت شما به مراتب بیشتر تر از اینه که ما در داخل یک سالون سر بسته میکنیم این برای ما این کوبه کار با شرط از اینکه امی انگیزه در ما دکتر صاحب چی فکر میکنیم برای الکترونیک ساختن امور زندگی مردم افغانستان دولت اراده نداره یا دولت فکر میکنه که چنین بسترهای اجتماعی آماده نیست برای فرد. اولا که ما باور دارم که گاه گاه بزرگان حکومت خود رو به این سیستم آمادگی لازم را ندارند. مسائل برای شما میگم جناب وزیر صاحب معرف رفته پیش رئیس جمهور بالاخره صفحه کامپیوتر خو روشن کرده گفته ما همین سیستم را تدریس میکنیم این بسیار کار خوبه رئیس جمهور هم فورا برای و حکم داده که درست همین کارو بکنه بودی جرا مختصاص داده اما وقت شما میایین به جنبه عملی ای کار سل میکنیم بله. سل میکنیم که 70 درصد این کار ناممکنه شما نیاز به برق داریم شما نیاز به اینترنت داریم شما نیاز به بله. امکانات داریم هیچ کدام از نداره نداره از یاد نره که هرات افغانستان لسه مریم کابل نیه لسه امانیه نیه از یاد ما نره افغانستان, افغانستان، انمی جاهایی که ما داریم میبینیم یعنی شندن یعنی کوسان یعنی گلران یعنی بادغیس یعنی قور یعنی زابل یعنی دایکندی اینا اینو چی چیزی دارن که شما بیا میگپ پر میزنیم باید. پس بنان ما باور دارم که گاه مسئولین ما هم بیخبرن شما میگین یک چیز یک الگوی یک طرح به میگذاریم او فکر میکنه که می تر امری او خوب بیرون دروازه های دفتر خود را تاله ندیدم هم نمیبینم هم هیچ وقت او فکر میکنه که می جنبی عملی میتونه پیدا بکنه در حالی که چون چیزی جنبی عملی پیدا نمیکنه بازم من تکرار میکنم شما میان یعنی هر قدر استفاده میکنه اینترنت داریم شما بخوره خود آورده ام. اما شما خواسته باشیم یک گپ صادر دانلود بکنیم شما گاهی وقتا مجبوریم 1 ساعت 2 یا بگذاریم شو بگذاریم که امشب صبح شد تا صبح شما خوشیم شاید برای شما دانلود شده باشه شما با چنین وضعیت چگونه میتونیم سیستم آنلاین رو داشته باشیم که امه. طرف شما با خاطب شما فل بدیه به گونه زنده شما رو بتونه ببینه نه چون مخاطر 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 پس باید ما سیستم ها رو ایجاد بکنیم امه. که در افغانستان هنوز سیستم ها ایجاد نشده امه. حالا بگذاریم که مردم بی سواد ما مجزا ساختیم اونا رو معاف ساختیم از استفاده امه. از سیستم آنلاین اما همین مردمی که باسواد هستن اینا رو چه کار میکنیم اینا نیاز به ترین و آموزش مشخص معین یعنی دارن نیاز به امکاناتی که نیاز هست به شما همزه دانشگاه داخل میشه در سطح دانشگاه شما در یک فاکولته یا در یک دانشکده شما یک سیستم اینترنتی مجهز و فعال نمیبینیم که شما بتونیم و به زنده استفاده بکنید بله. همیشه مشکلاتی وجود داره نت ضعیفه چنین قطع میشه وصل میشه و چیزهای دیگه تشکر جناب عزیزی دکتر صاحب دقیقا صحبت شما را توصیه این اینکه دولت مردان ما طرحی دارن روی از این وقت فکر میکنه ابعاد دیگر از زیر نمیسن اجتماعی مسائل افراد متخصصین مسائل بودجه و مالی و حتی مسائل جغرافیایی این مسئله را سنجش نمیکنن و اشاره کردن به سیستم های جایگزین و سیستم های بهتر شما سیستم مشخصا درک دارین که توصیه کنه ببینید بحث قابلیت اجرا یک بحث بسیار مهمی هست در جغرافیه مثل افغانستان ما هر تدبیر که میسنجین باید دقیقا مشخص بکنیم که قابلیت اجرایی در چنین جغرافیا با چنین مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن داره یا نه یعنی ما دقیقا نمیفهمم که حکومت آیا برنامه برای جاگزین کردن ای اداره فرسودی که سالیان سال کار گرفته شده و اصلا کارا نیست میبینین که ما با بومبست مواجه ساخته قدیمیه دقیقا داره. شما ببینید شبه... بروکراسی با اوج خود هست نه. همی سیستم باعث شده که فساد به وجود بیاید و دنیا برای ما بیباور بشن و افغان ها امروز نسبت به حکومت بیباورند بله بحث مسئله مشروعیت یک بحث بسیار جالب و روانشناسانه هست که باید حکومت ها به او بکنند امروز چرا مشروعیت نداره نظام چرا مردم با آن پیمانی که باید پیروی بکنن از حکومت پیروی نمیکنن با خاطر از اینکه اداره اداری پاسخگو به نیازهای مردم نبوده و وقتی که یک بحران ایجاد میشه دقیقا این سیستم فلج میشه و نمیتونه دیگه پاسخگویی داشته باشه ما فکر میکنم که باید یک تدبیر در یک رفراندوم بسیار بزرگی <applause> یک تدبیر سنجیده بشه برای نظام و بخصوص نظام اداری افغانستان که بتانه او نیازمندی ها و او خواست های مردم را برآورده بسازه که شما میبینین از چل سال به طرف ما نظام دارن نظام اداری دارن که اصلا کارا نیست واقعا فرسوده هست و به اساس اگر ما خواسته باشین به با پیش برین دقیقا همه کارگزاران نمیتونن همو باروکولی همی اداره رو به دوش بکشن و ای رو به پیش ببرن چی به جایی برسه که امروز بیشتر از 45 میلیون نفوس داره افغانستان و بتانن کل نیازمندی های مردم افغانستان برآورده بسازن شما فرض میکنین یک اداره مد نظر بگیرین ما میایین یک وزارت به نام وزارت زراعت <متحن> که نیاز مبرم و اساسی اقتصادی داریم ما برای ازی و میتونه نیاز های اقتصادی افغانستان بله. برآورده بسازه ام. چی نظام اداری دارین به خاطر پیش برد امورات زراعتی ام. شما وقتی که میبینین یک چیزی به عنوان عطف توجه منافع ملی مطرح میشه و میتونه ما رو از مرگ حتمی اقتصادی نجات بده به این چه توجه کردن شما وقتی که بحث معارف میشه من چند وقت پیش با جناب رئیس معرف که از دوستای ما هستن جناب دکتر سیب صحبت میکردم ما یک بخش اداری بخش اداری در معرف افغانستان دارین که فرسوده اصلا نمیشه به او اکتفا کرد ما آرشیف نداریم در معارف شما ببینید وقتی که یک نظام اداری در معارف در زراعت در وزارت مالیه شما امروز وزارت مالیه به وضاحت میبینین که رئیس جمهور هیچ برنامه ریزی نداره میگه همو مکانهای اولیه و کلیدیر اونا را بیاریم شما ریاست جمهوری. یعنی در کل ما امروز نظامی نداریم که بخواین همین نظام ارتقا شما میگین که انکشاف در ساختار اداری نامتوازن بوده یک موضوع درسته؟ اصلا بله. بله. درسته باید رو ساختارهایی که باید فکر میکرده دولت نکرده، کرده نه ایجاد کرده که سلیقه‌ای دقیقا. بوده و بنا به دیدگاه خودشان بوده و صرف این ای نظام اداری ما خیلی متمرکز و پروگرسی است مثلا اگه کسی بخواد منظوری رو بگیره یا یک پیشنهاد بگیره یا مثلا یک قرارداد رو از دولت بگیره نه. چندین اداره رو باید پشت سر بگذارونه تا او قرارداد منظور بشه یا منظوری برای تقرره و مثلا در کشورهایی که از تکنولوژی کار میگیرن از طریق امیل برای او میاد، که تو به می سمت گماشته شده و میره مستقیم دقیقا خب تا به حال دکتر صاحب گفتن که بسترها اجتماعی آمده نیست به دولت هم هیچ برنامه نداره میتونه که دولت از سازمان های و همکار خود دولت کار بگیره مثلا بخش یونیسف در قسمت اطفال یا یونسکو یا مثلا برای همین برنامه که بیشتر ما گفتیم برنامه 2030 سازمان ملل که بیاین این هواوری ها به افغانستان شما ببینین دو بحث مهم وقتی که مطرح میشه برای یک ساختار یک نظام بله شما شورای سنلسر در بخش مواد مخدر مد نظر بگیرید اونا گفتن بیاین مواد مخدر افغانستان در یک چارچوب نظام من قرار بدین و هر تولیدی که میکنه تولیدات از اینا مشخص باشه تا شیوعی از این ویروس به بیرون کمتر باشه و مردم و ما کمتر مبتلا بشن جرس جرس. ولی متاسفانه کی آمد که حداقل همیره بر علاوه که میکانیزه میسازه قانون من بسازن و افغانستان ثروتمند بشه و از این طریق دولت اراده دقیقاً استفاده از افکار می سازمان ها و توصیه های سازمان ها دقیقا این یک معلفه هست که بارها می بینین افغانستان را بله. رو و با بران کشانده امروز ایتیاد به مواد مخدر بدتر از کرونا هست با والله امروز ما جوانان خود هر روز به کام مرگ میفرستین. در هرات چند نفر مگر به کرونا مرده؟ شما بگیرین صد نفر در هفته صد نفر به خاطر مواد مخدر مبتلا میشن و صد خانواده به کام مرگ فرستاده میشن کدام نظام آمد کدام نظام ایداری یک ساختار رو ایجاد کرد به خاطر بیرون رفتن شما میگین دونر و سازمان های همکار هم, هم به اعتماد شدن بده دقیقاً باستن. آل بس یونسکو <تصفح> شما مطرح کردین یونسکو یک مؤسسه خارجی وابسته به سازمان ملل متحد است که اقرازش بر مبنای بالا بردن سطح بله. دانش کشورهای در حال توسعه است بله. شما ببینید در همین فرایند بحرانی ما چقدر به دساتیر یونسکو توجه کردیم بله. آیا چیزایی که اونا برای ما گفتن واقعا قابل قبول بوده بله. یا من که وزیر معارف در افغانستان بودم دقیقا خود ملزم به رعایت چنین قوانینی که موثریت هم داره داشتم <تصفح> ولی متاسفانه آنقدر متمرکز عمل میکنن که یک وزیر صلاحیت نداره حتی جرأت وزیر نداره که یک یک راهبرد بپذیره و به خاطر رسیدن به وضعیت بهتر از او استفاده بکنه امروز افغانستان متاسفانه در یک خلای مدیریت سالم به سر میبره که ما میبینیم در فقدان و مدیریت سالم تشکر. امروز وضعیت داریم ممنوع. که خدای نخواسته از ما فکر میکنیم بدتر خواهد شد درسته دکتر قدرت سیاسی لازمه حاکمیت سیاسی هست حاکمیت سیاسی لازمه اقتدار سیاسی است اقتدار سیاسی همان قبول کردن مر... فیصل های دولت از صرف مردم هست و عزیزی سید گفتن که فعلا دولت مشروعیت نداره قبول داره خب ما در افغانستان بعد از این وضعیت موجود هم رزی باشیم زیاد ما و شما نره برای که بعد سال 1381 ما دقل صاحب یک نظام شدیم که میشه بگیم به یک شکلی از اشکال یا به گونی نسبی انتخابی بوده ما امروز پارلمان داریم شورای ولایتی داریم و تقریبا حالا بگذاریم به نام هم شده حکومت منتخبر داریم و این خاطر هم هسته که شما امروز وقتی داریم صحبت میکنیم با آرامش خاطر داریم صحبت میکنه ما در همین کشور و در همین شهر گوش گرفتن یعنی میگید حداقل قانون اساسی بله، تطبیق بله، کرده بله، ما بله، ما بعد بله. چیزی که امروز داریم وقتی با دیروز مقایسه میکنیم اصلا قابل مقایسه نیست بله. در همین شهر حاضر آمده شما قدرت گوش گرفتن رادیو ایران یا رادیو بی بی سی یا رادیو امریکا نداشتیم گپ جالبی بوده که در همین زندان هرات شما بریم دوسیار نگاه بکنیم شاید بدون مبالغه میگم ده ها نفر به خاطر گوش گرفتن یک خوندن احمد ولی که سالا خونده از ماجر گفته بوده درست. و چی گفته بوده رفته به داخل زندان که تو چرا خوندن احمد ولی ممنوع بوده تویر گوش گرفتی اما امروز شما هر چی به دهن شما میای برای رئیس امور میگی درست یا نادرست درست. اما رئیس جمهور اینا رو همه و هیچ چیزی برای ما و شما نمیگه خب از طرف همین ارزش هایی که شما گفتین بله مردم نوعی بار آورده که هم دولت در برابر مردم هم مردم بی احساس باشن مردم هرچی مظاهره میکنن انتقاد میکنن تحصیری نداره بالای سرنوشت ببینید. دولت همین بله. لباس زردار که شما با فرانسه دیدیم بله چقدر وقت تظاهرات کردن هنوز ما و شما که تظاهرات ما و شما صد نفره پینجا نفره ام. اونا میلیونی به در شدن یک روز نه دو روز نه یک ماه نه یک هفته نه یک سال بیشتر از یک سال چی چیزی رو دست آورد خب نه منظور می است که همین بخ... 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 ارزش ها انتقاد خیلی عادی بی ارزش یعنی گپ یعنی شیوهش یک شیوه جهانی شده متاسفانه ما در گذشته صداها در گلوها خفه میکردیم نظام های دکتاتور و بله؟ تو تالتی نمی بله؟ کار میکردن دیگه امه. مثلا کسی میگفت که رئیس جمهور قد و کوتاتر اور میکشتن بله؟ کاری که هنوز مثلا کیم جونگ اون با کره شمالی میکنه امه. اما نظام های داری و پیشرفته امروز چی میگن ما که شما گفتیم امه. که اصطلاح بی تفاوتی رو کار باید. بله, بله؟, بله؟ میگه خب بگذاریم مردم برن تصورات خور بکنن یک روز دو رو روز سه روز پنج روز تصورات میکنن مونده میشن پس کردن نمیبرن نون میدم نیاگ میدم شو مجبور بخونه خبر یک جای پیدا کنه خوبش نونم بخوره امه. پس به هر حال حداقل حد حالا ما بخوایم و نخوایم این سیستم سیستم جهانیه و باز در کشورهای مثل افغانستان و در کشورهایی که در اونجا سطح سواد به این هست در اینجا باز حالت لجام گسیخته برای خود میگیره حالا در اون کشورها حداقل حد نظاممند هست نظاممند هست افراد میفهمند محدودی صلاحیت خودن میفهمند محدودی صلاحیتی که برای یک شهروند داده شده او رو میفهمند اما به اینجی این هم ما نمیفهمیم و به همین خاطره که مثلا وقتی رئیس جمهور ولی به ایرات مقرر میکنه شما پیش هر نفری که بشینیم تبصره میکنه و این برای خود حق میدونه که رئیس جمهور باید با او مشوره میکرده که ما آقای ایکس یا وای اه اه های تو که شما گفته از امنیت برخوردار بله. طوری که بنجامین یکی از نویسندگان نویسندگان آمریکایی هست میگه ملت‌ها یا باید آزادی داشته باشن یا امنیت داشته باشن. اما منصفانه نیست که هر دور همزمان نداشته باشن. کشور ما هر دور نداریم. خب ما کدام آزادی؟ آزادی, آزادی, ازادی که ما داره. داره. آزادی که به فرد اجازه میده هرچی بگه که موثر نباشه. ببنی. ببنی. ای امنیت ای ما میده. نافهمی فرد. ما در کدام سطوع داریم شما میتونید که همین حالا یکی از سیاست در همین جا نقد کنه در داخل همین هرات نه تهدیده تهدید میشه خب. شما میتونید یک نهاد مذهبی رو نقد کنین یک ایدئولوژی رو نقد کنین نمیتونه این آزادی در حدی هست که باز هم بر محور افراد زورمند و خود خودمی دولت مردان میشه که اینا به نوعی نشان بدن که ما دارین دموکراسی رو تمثیل میکنه در واقع ما هر دو ارزش هم امنیت و هم آزادی رو از دست دادیم نه امنیت رو که ما با شما کاملا موافقون که ما نداریم بله. تا زمانی که جنگ باشه بالاخره و ایرم از یاد ما و شما نره که وقتی امنیت وجود نداره ارزش های مثل دموکراسی رشد کردن نمیتونه و بالندگی نمیرسه هیچ ممکن نیه خب یک ده. از علتهایی که ما از دموکراسی داریم سوی استفاده میکنیم همین چیزه دیگه به طور مثال ام، نبود امنیت باعث شده که تاجر ما البته امیدوارم که تعداد کمی به همین شکل باشن مثلا خاکر میاره به جمع مردم میفروشه دیگه مواد سوختی که شما میبینیم و امکانات که شما میبینیم میای به خارج بدل اجناس داروها و هم سالم حالا چی خوراکی باشه چی پوشاکی باشه چی مواد سوختی باشه بدترین های و کثیف ترین های میای به جای خوبم برای مردم قالب میشه خب اینا ای از چی وضعیت استفاده میکنه از این وضعیت ناامنی که وجود داره پس ما بخوایم و نخوایم خود امنیت میتونه تاثیرگذار باشه او گپر که شما نقل از بنجامین بل. کردین بله در فرانسه باز در اونجا چون نیت وجود داره مردم از طرف دیگه باز معنی آزادی را مردم در اونجا میفهمن به اینجا مردم با معنی آزادی را میفهمه مشکل در اصلا همینجه شاگرد ما پیش رو سنف دانشگاه او نفهمیده که آزادی یعنی چی او باله. فکر میکنه ازادی یعنی همینه که ما برخزم به سلی برو استاد استادم بزنم بله و واقعیت همینه هم که همین شرایط او برده به همین سمت برده پس بنا ما تا زمانی که امنیت رو نداشته باشیم دموکراسی و آزادی را به معنای واقعی نداریم اما با آن هم با آن هم ما خودم شخصا البته این نظر شخصی منه باله. که وقتی شرایط خود ما میایم مقایسه میکنیم با کشورهای همسایه خود ما به ما با خیلی بهتر قرار داره. در حال که امنیت دارن در حال امنیت دارن شما به چی حق میایم به یک کشور بر میدانیم میگیم که شما از اسمای عربی بالا به چاخو استفاده نکنه شما به چی حق میایم برای مردم میگیم که تا 50 سالگی کسی حق نداره از رنگ موی استفاده کنه و چیزهای دیگری از این دست این در کشوری که به کنار ما قرار داره بهترین امنیت را به قول خود خود او داره اما باز ازدی نداره ولی ما در اینجا ازدی داریم ازدی که میتونیم حالی که مردم رو رف ما رفته به یک آدم بی سواد دوز دیر از رای میده او برمیگرده خب خب به مردم به مردم پس بنا اگر امنیت باشه ان می ای بالندگی هم به با وجود میای نباشه این بالندگی جناب دکتر صاحب فرمودن که وضعیت موجود موثر تره یعنی ما در وضعیت بهتری از کشورهای منطقه برخوردار هستیم و پس چه چی چیز باعث شده که ساختارهای اداری خوبی نداشته باشند و تا دقیقه ما از پس کرونا هم خیلی چشمگیر است ببینین یگانه بحثی که مطرح میشه امروز آرامش هست شما آیا در ای هر روز چکه و پاره میشه فرزندان از کشور به راحتی از خانه بیرون شده نمیتونن بله روح روان شما هر لحظه تخریش میشه بله. وضعیت که در ماحول ما میگذره ما رضایت بخش نیست بله. واقعا وضعیت موجود در مردم افغانستان نمیپذیرند واقعا امروز <تصفح> نان برای خوردن وجود نداره امروز <تصفح> <تصفح> کار وجود نداره امروز از یک طرف شهروندان ما که خود آتش بزنن با سوادان و اونایی هم که از سواد پایینتر برخوردارن به راههای مسافرت در کشورهای همسایه اینا شهید میشن به نهایت امر اینا از بین میرن بله. من فکر میکنم وضعیت وضعیت نیست که ما بیاین به او افتخار بکنیم دقیقا این یک میکانیزمی وجود داشته که همین حالت خوب رو به وجود آورده شما امروز ببینید جهان به یک دهکده تبدیل شده یعنی یقینا بله. ما در یک موقعیت قرار داریم که امروز مثل دیروز ما کور نیستیم با کل یکی... جهان هر روز بله یکی از دلایلی که چین توانست زودتر برای این بحران فایق یابد همون نظام توتالیت رو متمرکز و اقتدارگرای از بود قبول دارین بله. این مورد مثلا اتا تا به با شمالی هم زیاد شیوع نشده این ویروس بله. و ترکمنستان مثلا یکی از کشورهای دیکتاتور توتالیت تکهیزبی همسایه ما هست که این ویروس گسترش نیافته اما با این هم همین کشورا دارای ساختار اداری با برگرفته از تکنولوژی هستند شما چنین نظام های ترجیح میدین با نظام فیلی افغانستان ببینین دموکراسی فکر میکنم قالبترین نظام در شرایط کنونی هست بله مدیرانی که این نو نظام را میخوان بکنن مدیریت بکنن اینا مهم هست که چی کسانه باشه بس توتالیتر یا تمامیت خواهی وقتی که مطرح میشه دقیقا شما میبینین که به این معنا نیست که او کشورها منافی ملی خود قربانی چیزهای عبس و بیهوده میکنن در اون نظام ها نظام های کمونیستی یا نظام های به نام خود از اون یک کم گرفته و بسته سنترالیسم دموکراسی یا دموکراسی مدیریت شده هدایت شده بله دقیقا اونا خب فرق میکنه از امپریالیزم یا دموکراسی اونا متفاوت هست و نظام دموکراتیک و دموکراسی امروز بهترین نظام هست و من خوشبختانه افتخار میکنم به که میتانم حداقل او اندیشه خود بیان بکنم آزادی اندیشه دارم این یک یکی از ویژگی های دموکراسی هست ما مدیون کسانی هستیم که حداقل همین نظام را دارن به یک سمت مدیریت خوب میکنن ولی ما نتونستین به خاطر بارور ساختن دموکراسی حرکت بکنین یعنی شما میگه ارزش‌های ارزش های واقعی لیبرالیسم به تطبیق نشده و این لجام گسخته است دقیقا شما ببینید به افغانستان اگر قرار باشه که ما مطلقا بیاین دموکراسی به این نهادی نبسازیم اصلا امکان نداره اگر خواسته باشیم مطلقا با نظام از کجا شروع کنه؟ نظام بیاین اینجی فقط باید مختلط باشه شما ببینید وقتی که میگه نظام کمونیستی سراحت داره میگه به هر کس به اندازه نیاز برش داده باشه و به با اندازه توان از او کار بگیرین خب نظام امپریالیستی میگه اگر شما دارین بخورین و اگر ندارین قبرستان نشان میده هر دو به تنهایی نمیتونه جایگاه خود داشته باشه چنانچه شما دیدین که ما امتحان کردین اگر شما هزار جریب زمین داشتین گفتین ده جریب زمین رو به یک فقیر بده شما این کار نکردین من این کار نکردم پس به این ما یک نظام نیاز داریم که بین همه باشه میانه رو باشه و خب که که شما خبر که نظام کمونیست در هیچ کشور تا تجربه نشد تا خود شوروی هم کمونیست نبود سوسیالیست بود بله. و از هر کس بندازه توانش به هر کس نیازش ای در کمونیست بله بله. در محل سوسیالیست از هر کس بندازه توانش به هر کس کارش بله یک کمی بله بله. تفاوت داره خب برحال شما نظام مختلط پیش پیشبینی بله. پیشنهاد میکنین بله. که بتونیم حتی مثلا در قسمت ساختار ایداری خود هم مشکلات حل بکنه بله بحث, نظام اسلامی و بحث جهانی شدن اسلام امروز در جهان مطرح هست ایره فراموش نکنید جانی ده. شدن اسلام یا لیبرالیسم بله جانی شدن اسلام این مطرح هست شما اگر بیایم کشوری به نام ترکیه وقتی که مد نظر بگیرین او در صدد ای هست که لجام جهان اسلام رو به دست بگیره و این نظام رو به عنوان یک نظام قالب در جهان مطرح بسازه خب ولی چون از بس بیرونش این ده... همین آقای اردوغان به جای اینکه نظام اسلامی را گسترش بده مسلمان ها را میکشه مثلا کرد ها رو میکشه در خیلی از جاها مداخله میکنه در امور کشور اسلامی این بس بیرون از بله. چارچوبی مزارت بله. عزیزی جناب دکتر سایب از این به مسئله اشاره کردن که اینا خواهان سنترالیزم دموکراسی هستند که تا مثلا بتونه تا ساختارهای اداری خود ایجاد کنه و گفتن دموکراسی در افغانستان مدیریتی که در خود کشورهای غربی صورت میگه اینجا نیست در جامعه هست باور داری ما دقیقا باید وقت صحبت از دموکراسی میکنیم دموکراسی یک چارچوبی مشخص و یعنی نیه که ما بشه بگونی دقیق او الگو بکنیم امه. نمونه مثال مثلا حقوق بشر ما حقوق بشر در هندوستان هم داریم در فرانسه و مثلا انگلستان هم داریم هندوستان مطابق به همو شرایط سنتی دینی آینی خود داره و تطبیق میکنه در جامعه خود و میگه که ما دموکراسی اول دنیاییم و اروپا هم شما میبینیم یا مثلا مهد حقوق بشر که فرانسه باشه متفاوته بله. چرا ما در اینجا آسیب دیدیم <applause> اصیب عمده ما ای بود که ما با دید جامعه شناسانه نیامدیم حقوق بشر در افغانستان تعمیم ندادیم <applause> ما رفتیم کوپی کردیم تقلید کردیم از فرانسه خواستیم همو شکل کوپی شده در افغانستان در همین پیاده زمانی همین کشورهایی که با تفاوت فایش دموکراسی اعمال میکنن بله. موفقیت در برابر بحران و کرونا داشتن همه ببینیم ببینیم ما،, ما خیلی موافق نیم که چین در اینجی کشور درست عمل کرده یا متور مثال ترکمنستان درست عمل میکنه این درست عمل کردن نیه از یاد ما و شما نره من فکر میکنم در سطح منطقه افغانستان درست عمل کرده ما یک مورد در دروغ نگفته. هر شب شما شد اعلان میکنه هر چند تعداد اینا بیشتره به خاطر چی بیشتره به خاطر اینکه مردم مراجعه نمیکنن همون چیزی که مراجعه کرده بله یک کشوری که تمام دروازه های دنیا رو به خود بسته و به رو مردم خود بسته خوب طبیعیه که در کشور کرونا یک پدیده بیرونی بود اگر ما همو روزا میگرفتیم در کشور خوربسته میکردیم که ما نمیتونیم چرا نمیتونیم چون ما مرزهای زمینی غیر قانونی داریم بل تصور بکنیم که ما مرزهای هوایی خوربسته میکردیم و چهار تا بندر هم داشتیم ترخم و ایرتان و اسپین بولدک و اسلام قلا و هم بسته میکردیم هم. خب به اینا که نمیشد به خاطر اینکه هزاران هزار کوره راه دیگری داریم که روزونه مواد چه غیر قانونی رد و بدل میشه پس بخوایم خب. نه داخل کشور ما شما نگران تبات پاسا کرونا هستید باید در... باشیم باید باشیم با بخاطر خاطر شما باید باشیم که ما در کشور ببینیم ما به جای از اینکه کره شمالی مثال بدیم آمریکا مثال بدیم خیلی و باید. تقریبا شما می‌بینیم که از مرز 1.5 میلیارد با... م... میلیون گذشته فعلا و در کنار از تعداد افرادی هم که مرده حدودا بالای صد هزار دیگه بالای صد هزار بلی. شده بلی. یعنی هر روز شما نگاه میکنیم که در آمریکا بین یک تا دو هزار نفر میمیره بله. اما به هیچ صورت نیومد خود هم گفت گفت تفاوت بین ما و چین در همینه که ما هر روز رقم دقیق اعلان میکنیم اما چین دقیق اعلان نمیکنه اگر در چین ریشکن شده چرا دیروز میگه که من ووهان دوباره 14 میلیون نفر دوباره تست میکنه معلوم میشه که مشکل در بعد نزد وجود داره این کشورها راست نمیگن این کشورها درست نمیگن واقعیت نمیگن دقیقا در دسرت که به جهان ایجاد کرده دولت چین ایجاد کرده چین میتونست مهار بکنه ای به دست نزد بود و دقیقا از جهان میخواست از سازمان صحی جهان میخواست از ملل متحد میخواست اینا برای کمک میکردن جمهوری اسلامی ایران هم برای دو هفته کچمان کرد دقیقا ضرر هم کرده ضرر به خاطر هم هست که امروز کل دنیا میگه که ایران رقم رسمی چیز جدایه رقم واقعی چیز جدایه متوجه شدیم پس به هر حال نمیشه چنین چیزی رو ما بپوشونیم این ای چیزی نیست که خب. ما بتونیم شما مدیریت بحران خیلی وابسته برزش های حاکم نیست و دولت اراده داشته دقیقا. باشه دقیقاً دولت بحرم. بعد می اراده رو داشته باشه ما امکانات هم نداشتیم حالا تصور بکنیم که اگر خدای کرده ما با یک فاجعه انسانی روبرو می شدیم یا خدای کرده بعد از این بشیم ما انتظار رو باید داشته باشیم بحرم. نه امکانات طبی داریم نه تخصصی داریم نه اقتصادی داریم بحرم. و نه هم میتونه مرزا خور کنترل بکنه خب خب. خیلی خوب اگر ما وضعیت لجام گسیخته داریم به طور مثال تاجیکستان امروز میگه 3 نفر اما سوای یک روز میگه 200 صافت. دکتر صاحب اگر طرح بدیلی مم. و داشته باشین توصیه خود برای بر صورت نظر من همین است که با خود باید به این شرایط وقف بده ما بخوایم ما کرونا با ما هست ویروس کووید 19 با ما هست حتی شاید سالها با ما برنامه دولت قبول کنه دقیقاً باید بپذینیم چرا به خاطر اینکه تا زمانی <تصفح> که شما برای کووید 19 واکسینی نساختیم بله. و او واکسین نتیجه ای نداده تمام در راه های دیگر قوم شما دیدیم آمار که ما دولت صحیح هستیم بخوایم و به همین خاطر یکی از دلایلی که جهان آمار. هی به سمت حذف قرنطینه میره قرنطینه رو برمی‌داره همین دیگه میگه تو چی وقت ما قرنطینه را ادامه بدیم هر در قرنطینه را ادامه بدیم خب بالاخره مو تبعات منفی از جهات مختلفی که ما شما از اول برنامه تا داریم صحبت میکنیم اینا هی داره بیشتر میشه پس بهتر همینه که اگر ما میمیریم بریم حرکت بکنیم زندگی رو دوباره شروع کنیم برای اینکه ما نمیشه زندگی متوقف بکنیم اما باید به فکر راههای بدی از باشه. باشه راهای بدیل از او همین سیستم های آنلاین هست سیستم من. های آنلاین با وجود اینکه ممکنه برای ما سخت باشه که برای جهان آسان تر هسته از جهاتی هم باز میتونه برای ما کمک بکنه به طور مثال وقت کمتری میگیره ام. از طرف دیگه سیستم فساد اداری خیلی درون نمیتونه نفوذ بکنه از نظر فساد اداری هم میتونه برای ما کمک بشه و از جانب دیگه کار سریعتر داره انجام میشه و از طرف دیگه هزینه پولی کمتر هم داره ضمن از اینکه ضمن اینکه ای شما میفهمید که تعداد زیادی از مردم دارن بیکار میشن ما, ما باید کوشش بکنیم که مردم بیکار نسازیم تسوست. اما بخوایم ما نخوایم یک واقعیت تلخیه که جهان میره به سمت ازی که ماشین جای انسان رو داره میگیره ربات جای انسان رو داره میگیره همین امروز شما مثلا سابق شما به یک اداره داخل میشدیم به عین شعبه ده. ده نفر کارمند داشته امروز دو نفر داره دلیل اینه که ماشین تشکر داره جناب عزیز صاحب وقت کوتاهی داریم دکتر سیب بدیل ماشینیزه شدن یا الکترونیک ساختن امور برای بیرون رفت از بحران پیشنهاد کردن پیشنهاد شما چیز کوتاه بگید ما فکر می کنم که هرچی مردم به او آگاهی که نیاز هست برسن بشه. مشکلات ما کمتر میشه و با امیدی که ما بتونن مردم آگاه تر داشته باشن واقعا امنیت بهتر داشته باشن و امکانات بیشتر حکومت به اختیار مردم قرار بده و در چنین بحران های حکومت در کنار مردم قرار بگیره و فعلا وضعیت دارن که مطابق به رضایت مردم نیست بله. عدم, عدم رضایت امه. مردم در اینجا وضاحت داره و ما از شهروندان می که هر چی بهتر به توصیه‌های های صحیح دکتران و چپن سفیدان ما گوش بکنن ویروس کرونا رو جدی بگیرن به خانه بمانن و از تمام او چیزایی که گفته میشه حکومت و تمام دستان در کرونا صحیح میگن اونا رو مد نظر بگیرن با امید ای که افغانستان آری از کل ویروس کرونا داشته باشه تشکر از تشریف آوری شما مهمانان عزیز داشت. هر یک عزیز طوری که از صحبت های مهمانان بر میآید راکارها و بدیل را داشتن برای بهرونف بیرون رفت از موجود و تبعات پسا کرونا هم تا یک نظر نگران کننده هست اما امید بر این است که دولت بتواند بر این مشکلات فائق یابد تشکر از این که تو این لحظه ما را تحمل کردید تا برنامه دیگر بدرود